برنامه کودکان مقدمنده این هفته خیلی خوش اومدید. براتون سلام های گرم دارم. امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در این برنامه ضمن پرداختن به بعضی از نکاتی که شما با ما در میان گذاشتید، راجع به موضوعی به نام شادی حق کودکان است هم با هم صحبت خواهیم کرد. قبل از هر چیز بگم که این موضوع یکی از نکاتی بود که شما با ما در میان گذاشته بودید و راجع به غم زده بودن جامعه، غم زده بودن حتی محیط های خانوادگی و در این حال مهد کودک، مدارس و غیره صحبت کرده بودید. به هر حال فرصت نشد. مسائل زیادی در این حین پیش اومد و فرصت نشد ما همون موقع که شما این موضوع رو خواسته بودید انجام بدیم. در این حال نکاتی رو شما گفتید و ایمیل هایی که شما فرستادید رو امروز بهش میپردازم و با هم برخی از اونها رو مرور میکنیم. قبل از هر چیز از ایرج عزیز، ایشون ایمیل زدن برای ما و راجع به برنامه اظهار نظر کرده بودن، نظر لطفی هم برای من داشتن، خیلی ازشون متشکرم. و اگر موافق هستید ایرج عزیز، از همین ایمیل آدرسی که با ما در تماس بودید براتون مطالب، نشریات و غیره را بفرستیم. من براتون در جواب ایمیل فرستادم و همین نکات هم گفتم که احتمالاً به دستتون نرسیده یا به هر حال پاسخ ندادید. به هر حال از لطف شما بسیار ممنونم و همینطور دوستان دیگه هم برای شما سلام دارن. یکی از موضوعاتی که با ما در این هفته در میان گذاشتید و خواستید که راجع به اون صحبت بکنیم، راجع به موضوعی شهریه هاست و همینطور در رابطه با اینکه کودکان افغان اگر به مدرسه برن کارت اقامت به خانواده اونها داده میشه. در این مورد امیدوارم که ما بتونیم هفته آینده مفصل صحبت بکنیم، ولی همینطور فقط خواستم الان اشاره کنم که این دو موضوعی رو که شما از ما خواستید حتما به اون میپردازیم و در رابطه با بویژه موضوعی که آموزش پرورش اعلام کرده و همینجور اداره اتباع خارجی اعلام کرده که اگر کودکان افغان که پیشینه افغانستانی دارن و یا خانواده اونها یعنی پدر افغانستانی هست، چون برابر قوانین جمهوری اسلامی کلن مادر نه محاسبه میشه نه قابل اهمیت هست، چه ایرانی باشه چه غیره، اگر پدر افغانستانی باشه و این خانواده کارت اقامت دائم هم نداشته باشن یا به هر حال آن چیزی که جمهوری اسلامی بهش میگه غیر قانونی باشن، اگر کودکان اونها به مدرسه برند و نشون بدن که اینها در یه مدرسه اسم‌نویسی کردن، اون خانواده اخراج نمیشه. حالا اگرم اقامت نگیره اخراج نمیشه. خواستید ما در این مورد هم اظهار نظر کنیم. اگر فرصت شد در آخر برنامه من به این موضوع هم نظر به اهمیتش اشاره میکنم. در رابطه با شهریه هم مفصل باید با هم صحبت بکنیم و اساساً دوست عزیزی که با ما در میان گذاشته بود گفته بود که راهکارهای عملی بدید چگونه شهریه نپردازیم و چگونه در مقابل شهریه ها بتونیم مقاومت کنیم. اون چیزی که ایشون نوشته بود باج سبیلی به نام شهریه، حالا این جمله که خودشون گفته بودن، در این مورد هم حتما با هم صحبت خواهیم کرد. خب اما اجازه بدید راجع به موضوع برنامه با هم صحبت بکنیم. شادی حق کودکان است، موضوعی که چند هفته پیش قرار بود با هم راجع بهش صحبت بکنیم. اول اجازه بدید راجع به خود حق کودک یه صحبت کوتاهی داشته باشیم و اینکه چرا شادی حق کودکان است و این چقدر اهمیت داره این موضوع. با توجه به غمبار بودن و سوگوار بودن جامعه، مدرسه، مهد کودک، محیط خانواده، حتی وضعیت پریشان اقتصادی، گرفتاری خانواده، بیکاری، بدهکاری، کرایه خونه، کودکانی که باید مخارجشون رو تأمین کرد، لباس تهیه کرد، وسیله بازی، غذا، ایاب ذهاب، ورزش و غیره، و همه اینها از عهده خانواده ساخته نیست و در نتیجه فضای خانواده رو به شدت
متشنج میکنه و وقتی فضا متشنج شد اون فضا شاد نیست، اون فضا یا پر از ناهنجاری و اضطراب و در این حال غم و اندوهه. هیچ کس خوشحال نیست. موضوع از این قراره، نه کودک خوشحاله و نه خانواده. محیط مدرسه هم همینطوره. محیط مدرسه اساساً نباید شاد باشه برابر قوانین جمهوری اسلامی. از آواز، از موزیک، از شادی، از خنده باید توهی باشه. در اونجا درس شهادت میدن، در اونجا درس مرگ میدن و احکام اسلامی که باید مطیع شد. و یه آخوند رو به نام معلم پرورشی و غیره رو سر بچه ها میذارن. محیط مدرسه اساساً پادگانیه و نظم و انضباط پادگانی، خبرچینی، فشار به دانش آموز، متون درسی به درد نخور، بنجل و سنگین فشار میاره به کودک. امتحانات که الان دیگه حتما آخرین امتحانات رو هم شما دادید و خیلی از شما الان دیگه تعطیل هستین، چند هفته است که تعطیل هستید و بلافاصله هم اسم نویسی به ویژه کلاس اولی ها شروع میشه. اما خود شادی رو بیاید اجازه بدید حالا وارد این موضوع کنیم. راجب حق، کودکان حق دارند که شاد باشند، ایمن باشند، آسوده باشند و بدون استرس زندگی کنند. این حق هر کودکیه، هر کودکی، نه کودکانه که به لحاظ اقتصادی در خانواده متمولی زندگی میکنند، همه کودکان. اما چگونه این حق متصوره و کجا شادی در این حق میگنجه؟ وقتی که راجب حق کودک صحبت میکنیم بلافاصله راجب امنیتش و آیندهش صحبت میکنیم. کودک حق داره به دارو و درمان دسترسی داشته باشه چون خودش نمیتونه تهیه کنه. کودک حق داره به مدرسه و آموزش و پرورش و تحصیل دسترسی داشته باشه چون خودش اینا رو نمیتونه تأمین کنه. کودک حق داره به غذای مناسب دسترسی داشته باشه و تغذیه مناسب داشته باشه چون خودش نمیتونه اینا رو تأمین کنه. هیچ کدوم از اینها از خودش ساخته نیست. بنابراین میمونه که این وظیفه کیه؟ حکومت‌ها و دولت‌ها اساساً این کار رو میکنن، میسپرن به خانواده، میگه شما فرزند شماست، به عهده شماست، از بیماریش، گرفتاریش، غذاش، ورزش، تفریح، بزرگ شدن، هنر یاد گرفتن و یا هر چیز دیگه. و وقتی خانواده نمیتونه خودش رو اداره کنه اون وقت سوال اینجاست، حالا نوبت کیه؟ حقیقت موضوع اینه که از اول هم این وظیفه نباید بر عهده خانواده میبود. خانواده صاحب کودک نیست، خانواده مسئولیتی در قبال کودک داره. همین. کیه پس مسئول اصلی؟ حکومت و دولت. چون این کودک در آینده در خدمت دولت، نه در خدمت خانواده، در خدمت دولت و عنصری و عضوی از جامعه است. الان کودک و بعداً به یه نوجوان، جوان و بزرگسال تبدیل میشه و عنصری است در جامعه. و اگر قرار مفید باشه باید از الان مفیدش کرد. چرا؟ به خاطر اینکه امروز رو ما از دیروز باید شروع کرده باشیم. فردا امروز ساخته میشه. بنابراین حق کودک رو باید هم جهان شمول دونست، هم برای همه کودکان یکسان فرض کرد و بلا فاصله تعریفش کرد و گفت کی متولیه انجامش هست. وقتی پدر و مادری دستمزد در بهترین حالت، دستمزد اون خانواده یه چیزی حدود 1,000,000 تومانه، در بهترین حالت دارم میگم، زن و مرد با هم کار میکنن و 1,000,000 تومان تو اون خونه پول میاد و معلومه اجاره خونه، غذا، معیشت و زندگی متلاشیه، همه اینها تو هواست و امکانش نیست تأمین بشه. در نتیجه اون خانواده امکان نداره شادمانی هم توش بیاد. اما به هر حال کودکان جدا از اینکه وضعیت اقتصادی خانواده چی هست یه حقی دارن.
هر چی هست، شما، من و میلیون ها آدم دیگه منطقا خودمون رو به عقب برگردونیم، ما کودک بودیم و بدون اینکه تصمیمی گرفته باشیم در یه جایی متولد شدیم، یا خانواده متمول یا فقیر و دستنگ در شهر، روستا یا هر جای دیگه. ما تصمیمی برای حضور در اون خانواده یا شهر و هر جای دیگه نگرفته بودیم. بنابراین وقتی من تصمیم نگرفتم، دیگری تصمیم گرفته. این دیگری کیه؟ پدر و مادر، اولیا، سرپرست، هرچی اسمشون است. و این خانواده و کسایی که تصمیم گرفتن من و شما متولد بشیم الان امکان تأمین زندگی ما رو ندارن. دولت چی میگه؟ میگه خب نخواست تصمیم نگیری. به همین سادگی. نمیگه الان کودکی که متولد شده و الان بدون غذاست، بدون آموزشه، بدون تفریحه، بدون بازیه، بدون شادیه، بدون امکانات زندگیه، تکلیفش چی میشه؟ به خانواده میگه خب خواستی نکنی، خواستی صاحب بچه نشی. ما فرض بگیریم اصلا این حرف درست باشه که 100% غلطه، فرض میگیریم اصلا این حرف درسته، خب الان کودک باید چیکار کنه؟ این کودک گناهش چیه؟ پدر و مادر خیلی اشتباه کردن. حالا این موجود زندهی که الان مقابل چشم من و شماست، این تکلیفش چیه؟ مدرسهش رو کی تأمین میکنه؟ غذا، لباس، پوشاک و غیره با کیه؟ دارو درمان با کیه؟ این سوال به سادگی جلوی ماست. پاسخ کاملا روشنه. دولت مسئول جامعه است، بنابراین مسئول تأمین مایحتاج زندگی کودک هم است. هیچ برو برگردی هم نداره. خانواده فقیره، خانواده پولداره، هر چی هست. اصلا این خانواده صلاحیت نگهداری از کودک نداره. اصلا از اینجا حرکت کنیم. پدر و مادر هر دو غیر قابل اعتمادن در نگهداری از کودک. تکلیف کودک چیه؟ گناه کودک چیه؟ کی جواب کودک و زندگی و آیندهشو و تأمین مایحتاج زندگیشو میده؟ هیچ پاسخی در اینجا وجود نداره. هیچ پاسخی وجود نداره. حکومت اسلامی شونش رو بالا میندازه، در بهترین حالت شونش رو بالا میندازه، یا میگه هر آن کس که دندان دهد نان دهد، یا میگه خواستی با کلمات که من نمیخوام به کار ببرم، خواستی صاحب فرزند نشی. این جوابه. فقر وسیع در جامعه، گسترش سوء تغذیه، بیکاری، گرانی و از اون طرف هیولایی به نام مدرسه، شهریه و بیمه های به شدت بی ارزش که فقط خانواده رو سرکیسه می کنن، به ویژه خانواده های کارگری و حقوق گیران کلن. اینجا موضوعی رو ما می خواهیم وارد کنیم به نام شادی. در همین وضعیت جهنمی که الان راجبش صحبت کردیم، حالا ما میخواییم اتفاقا راجع به شادی هم صحبت کنیم. شادی حق کودکان است. شادی عین داروه، عین تحصیله، عین آموزشه، عین ورزشه، عین پرورشه، عین غذاست. شادی رو اینجوری باید دید، مثل نفس کشیدنه برای هر انسانی و به ویژه برای کودکان. اساسا رشد و تعالیه کودک در محیطی که شاد هست قابل تصوره. در غیر این صورت رشد و تعالی وجود نداره، بلکه تخریب، اساساً تخریب وضعیت عصبی کودک و حتی رشد جسمی و مغزیش. خود کودک و اتوماتیک خود کودک اینه که شاد باشه و هر انسان اینطوریه. انسان‌ها برای غم و غمگساری و سوگواری اصلا ساخته نشدن. یک ویدیو کلیپ کوتاه یک دقیقه و نیم هست که کودکانی رو نشون میده که دیجی شدن و موزیک میزنن با وسایلی که خودتون حتما مشاهده خواهید کرد، به اضافه اینکه این کلیپ رو انقدر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که امیدوارم خود شما هم دیده باشید و اگر دیدید روی صفحه فیسبوکیتون بذارید و برای دیگران هم
بفرستید. موضوعی رو که ما میخواییم بشکافیم توی خود این ویدیو کلیپ 1 دقیقه و نیم هست. مطمئنم این ویدیو کلیپ شما رو هم شاد میکنه و از اون به بعد نکات دیگری رو مطرح میکنیم. خب حالا دلم میخواد که نظر شما رو بدونم. شادی حق کودکانه و این حق رو حکومت اسلامی از کودک میگیره. اول موزیک حرام است. باید کودک رو به شهادت طلبی، خوندن نماز و آیات و وحشت و شب اول قبر رو غیره سوق داد. باید بره اونا رو یاد بگیره. باید بره حمد و سوره یاد بگیره. این کار حکومت اسلامیه. آموزشش هم همینه. مدارس هم اساساً از همین شادی توهی میکنه. اما خود کودک، من وقتی راجع به اتوماسیون خود کودک صحبت کردم میخواستم این کلیپ رو نشون بدم. این کودک همینه و جمهوری اسلامی میخواد اینو عوض کنه و به همین خاطر شادی به عنوان یک حق رو باید از کودک بگیره، به جاش وحشت ایجاد کنه. به کودک اینا رو یاد بده. محرم، نامحرم، نجس، حلال، واجب، پاک، رماز، روزه، نمیدونم، صد تا از این خزعبلات، شب اول قبر، مرگ، شهید، اینا بلایی که سر کودک میاد. یه دفعه با هجومی از خشنترین عبارات و کلمات که ذره ای با زندگیه ذهنی کودک نمیتونه رابطه برقرار کنه. و چی اتفاقی میفته؟ اون شادی که شما ملاحظه کردین اون تخریب میشه در کودک و کودکی که اساساً میتونه شاد باشه به یه شخصیت دیگه تبدیل میشه، شخصیت تخریب شده. و اون وقت همین شادی به صورت انفجار در میاد، به صورت انفجار در نوجوانی و جوانی و اتفاقاتی میفته که الان همه ما در جامعه میبینیم. عصبیت، عصبانی بودن، خشونت، خشونت کلامی، خشونت رفتاری، به خاطر اینکه شادی و آرامش وجود نداره. تخریب شده. یه جایی همه چیز به هم ریخته و درست مثل اینی که شما آجرای دیواری رو بکشید. فرو میریزه. و اون اتفاق برای کودک میفته. وقتی بهش میگن مهد کودک، محل رقص و آواز نیست. مدرسه اولا دخترونه یا پسرونه است، جداتون میکنیم اصلا. و بعد این آتیش اون پنبه است و بعد از اون دستورات مذهبی به میون میاد. حالا یه بخش دیگه که میخوام بازم بهتون نشون بدم خود خانواده است. و برای نمونه در یکی از وبسایت ها من این ویدیو کلیپ رو دیدم و برای شما انتخاب کردم که این رم ببینیم چطور ممکنه اون شادی که ما راجبش صحبت کردیم و خود کودکان دارن و جمهوری اسلامی ازشون میخواد بگیره
چگونه وضعیت خانواده و غمبار بودنش به خاطر وضعیت اقتصادی شادی رو از کودک میگیره. ما با یک ویدیو کلیپ خیلی کوتاه 2 دقیقه است فکر کنم، یک مادر که در یک کوره آجرپزی و یکی از مجریان یکی از تلویزیون های جمهوری اسلامی باش مصاحبه میکنه، به نکاتی که این مادر میگه دقت کنید و تعجبی که خود مجری داره، کسی نمیدونه باید چه کار کنه چون با حقیقتی روبرو میشه مثل یه انسان که نمیدونه باش چه کار باید بکنه. و ما میخواییم پشت این فاجعهی که الان میبینیم بگیم اون وقت شادی و حق کودک چه خواهد شد. این ویدیو کلیپ کوتاه را هم با هم ببینیم. الان شما دارین چی کار؟ داریم خشم. متاهلی؟ بله. بچه هم داریم؟ بله. خونتون هم همینجا؟ بله. درآمدتون چقدر؟ میتونین به همون بگیم مثلا الان چند ساعت اینجا کار میکنین؟ چقدر در میاری؟ یه دقیق معلوم نیست، هر موقع کار چی جمع کنی هست دارم داشت، هرچی بیشتر جمع کنی بیشتر درآمد داره. مگه همسرتون کار نمیکنه؟ چرا دیگه همسرم کار میکنه دیگه، با هم کار میکنه. الان بچه ها کجا؟ خونه. چند سالن بچه هاتون؟ یکی 11 ساله هست، یکی 3 ساله. نمیخواییم برین یه جای دیگه یه کار دیگه یه انجام بدین؟ این کار براتون خیلی سخت نیست؟ سخت هست ولی کار دیگه نداریم، از کجا کار بیاریم؟ همین کار فعلا زندگیمون میچرخه. برین داخل شهر یه کار دیگه انجام بدین. نیستش داخل شهر کار نیست. چند سالتونه شما؟ من 25. 25 سالتونه؟ الان اینجا چی بیشتر از همه اذیتتون میکنه؟ یه گرما. آرزویی که دلتون میخواد بهش برسین و دارین به خاطرش کار میکنین چیه؟ سلامتی بچه همه و زندگیم خوب باشه. میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشمم ندار ازم میپاش زندگی، هر کس به جز تو رو انکار میکنم، من عاشق تو اقرار میکنم. خب حالا به قول معروف اون در و تخته‌ای که ما می‌خواستیم به هم چفت شد. فقر و اون ویدیو کلیپ اولی که دیدین، موزیکی که اون بچه‌ها خودشون دارن با اون وسایل، یعنی فقر کامل. و این دومی، این شادی رو جمهوری اسلامی با فقر و فلاکت از کودک می‌گیره و به جاش ناامنی ایجاد می‌کنه. و این ناامنی فقط فیزیکی نیست، کل زندگی کودک رو متلاشی میکنه. از شما میخوام که خود شما شروع کنید و در هر جا که امکان داره شادی کودکان رو به عنوان یک حق به رسمیت بشناسید و کودکان رو شاد نگه دارید به هر ترتیبی که امکان پذیر است. این بزرگترین کمک درست مثل غذا، دارو، بهداشت، درمان، آموزش تلقی کنید و بعد برای ما بنویسید و بگید که راجع به این موضوع خودتون چه فکر میکنید، چه پیشنهاداتی دارید، ما چه برنامه هایی بذاریم و چگونه راجع به این موضوع صحبت کنیم. NGO ها و فعالین دفاع از حق کودک چه میتونن بکنن یا شما چه میکنین کلن و به ما اطلاع بدید. فرصتی نیست راجع به نکات دیگه با هم صحبت بکنیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. با امید دیدار تا هفته بعد.